همزمان با اوجگیری قیام سراسری بین ماهای شهریور، مهر و آبان شاهد رشد ناگهانی و بادکنکی جریان برجوازی فرصت طلب تو خارج از کشور بودیم این جریان خودشو در قالب سلبری، سلبریتی های صادراتی به خارج اصلاحاتی ها و نایاکی ها و ریزشی های رژیم نشون میداد یعنی کسایی که نه تنها در سوابقشون فعالیت های انقلابی نبود بلکه از غذا هوادارای سینه چاک و مالکش های همین رژیم بودند. بودن این جماعت با جمع شدن در زیر علم شاه علم بچه شاه و پشتیبانی برخی محافل استعماری همه تلاششون این بود که قیام مردم ایران رو به محاق ببرن امروز میخوایم به همین موضوع بپردازیم و در این رابطه همراه هستیم با مسعود امیر پناهی مسعود عزیز سلام میکنم خدمتون و به عنوان اولین سوال میخواستم برای بینندگان ما توضیح بدین که اینها دقیقا از چه زمانی و در چه فرایندی این جماعت ظهور کردن بله منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران ازدی رود بر شما آه میکنم. ببینید شما البته کلیت داستان رو به خوبی در مقدمتون اشاره کردین ولی اگه بخوایم به طور دقیق بگیم که از چه زمانی ظهور کردن و چه فرایندی رو اینا تهی کردن لازمه کمی من این پروسه رو به قبل یک توضیحات کوتاهی بدم بله خواهش ما. ببینید در هفته اول و دوم یعنی در هفته آخر شهریور و هفته اول مهر که قیام شروع شد ما در مجموع 422 تا اعتراض در شهرهای کشورمون داشتیم. رژیم با شلیک طبق معمول با شلیک جنگی به این اعتراضات برخورد کرد. از جمله در جمعه 8 مهر فقط در یک روز بالای 100 تن از هموطنان بلوچ ما در زاهدان رو به شهادت رسوند و در واقع در مجموع 223 شهید در سراسر سر سر کشور داشتیم. تون هفته اول و دو دوم در نقطه مقابل برای اولین بار در همه قیام هایی که از سال 78 تا 401 شاهدش بودیم شاهد هلاکت 18 معمور جنایتکار رژیم که در صحنه به مردم شلیک میکردن بودیم یعنی یک رادیکالیسم فوق‌العاده قوی خب به طور قانونمند بعد از اون کشدار باید قیام افت می‌کرد ولی اینطور نشد نه تنها افت نکرد بلکه به شهرهای دیگه هم گسترش بده کرد به نحوی که دستگاه امنیتی رژیم مجبور شد بشینه جنبندی کنه و نشست بدن ببینن موضوع چیه چرا نتونستن مهار بکنن و اسماعیل کوسری ایاتون باشه همون موقع در پنج آبان اومد و به صلاح گفتش که ما یک جنبندی کردیم و اینا در هفته پنجم آبان همون هفته ششم اومد اعتراف کرد گفتش که تاکتیک های دشمن یعنی مردم ایران چون مردم ایران دشمن رژیمن من خودشون می میگفتن از تظاهرات تظاهرات متمرکز به تظاهرات پراکنده و محل محور تغییر کرده و ما آمادگی نداشتیم و قول داد که جمعش کنه خود خامنه ای هم قبلش یعنی تو مثلا 11 مهر, و 16 مهر به طرز مسخره ای اعلام پیروزی کرده بود ولی مجبور شد در 20 مهر بیاد چیکار کنه بیاد به صحنه و بگه غلط میکنه کسی که درخت, بخواد درخت تنومند جمهوری اسلامی رو بکنه یعنی به شدت وحشت کرده بود ولی چه اتفاقی افتاد در هفته نهم نه سالگرد قیام آبان بود سه روزی که به قیام آبان بود نزدیک به 700 کانون شورش در سراسر سر ایران شکل گرفت در این هفته هم در واقع 76 نفر به دست ماموران رژیم کشته شدند شهید شدند در نقطه مقابل هم 16 نفر از عوامل سرکوب به دست مردم مجازات شدند از هفته نهم نه تا دوازدهم یعنی بعد از 24 و 26 آبان و قبل از اینکه برسه به 16 آذر تو اون هفته تو اون سه هفته در واقع جوانای شورشی 492 تا عملیات روی مراکز سرکوب رژیم انجام دادند و 23 نفر از عوامل در واقع اصلی رژیم در همین عملیاتی که داشتن مجازات شدن از جمله چهار سرهنگ سپاه اطلاعات سپاه و یک تکتیرانداز نیروی قدس در شیراز اینها بود که در واقع رژیم وحشت کرد چون دقیقا به چشم دید که کشتن جواب نداره و بنزین رو آتیشه و از هفته دهم ده هم تقریبا شلیک جنگی رو متوقف کردن و آمار شهیدان تقریبا اومد پایین و تکرقمی شد هفته بعدش هم یعنی هفته یازدهم قبل از شونزه آذر یعنی هفته آذر یک همین علی کریمی که معرم حضورتون هست از کشور خارج شد یعنی میخوام ببینیم چه زمان بندی ها رو ببینیم چه اتفاقی داره میشه و به کی پیوست به احسان کرمی همون گوینده مجیزگوی رژیم رژیم در تلویزیون به صدا و سیمای رژیم که در 19 مهر در واقع به اون پیوست حمید فرخ نژادم در 24 رو می فکر میکنم دقیقا دقیقاً به هم پیوستن یعنی به این ترتیب اینها محفل و در واقع اون هسته اولیه وکالت به رضا بچه شاه شک گرفت روز بعد در واقع یعنی در واقع یک ماه و 19 روز بعد در 26 دی ماه یک دفعه سر و کلی بچه شاه پیدا شد و در مصاحبه با منوتو موضوع وکالت رو مطرح کرد فرداش هم همین احسان کرمی گوینده رژیم هشتک من وکالت میدهم رو علم کرد پتیشن آنلاین رو هم انداخت رسانه های استعماری فارسی زبانم همه سریالی بچه شاه رو آنتنی کردن در واقع اینطوری بود که بادکنک آلترناتیو و مجازی بچه شاه رو در واقع باد کردن و, و اینطوری به ظهور رسید بله حالا شما شکلگیری این جریان رو با جزئیات اشاره کردین خیلی جالب تاریخ ها رو نشون دادین و نشون دادین چجوری اینا برنامه ریزی شد اما چطور شد که این بادکنک ترکید به این زودی بله خب ببینید ما الان تو اصر ارتباطات و مشخصا شبکه های اجتماعی زندگی میکنیم که در واقع اخبار از انحصار قولهای رسانه‌ای که وابسته به محافل استعماری هم هستن خارج شده دیگه نمیشه چیزی رو از دید مردم پنهان کرد ماهیت و سابقه یا همه این آدما روشنه شما کافی یه سرچ مثلا کوچیک تو اینترنت بکنید همه چیز روشنه مثبت و منفی در مورد اینا نوشته شده کسی که دنبال حقیقت باشه وقت زیادی نمیگیره که به حقیقت دست پیدا کنه یعنی ما مثلا باور کنیم که احسان کرمی که تا دیروز به صلاح عاشق خمینی بوده خمینی پرست بوده یک دفعه یک شبه شده شاه پرست میخوام اینو بگم که یک شبه از زیر بوته نمیشه یک آلترناتیو تولید کرد یک روز دو روز یک هفته دو هفته میرن رو بورس بعدش تقش در میاد چون اصالت ندارن چون ریشه ندارن چون سازمان تشکیلات ندارن چون آرمان ندارن و از همه اینا مهمتر چون یک سازمان و تشکیلات انقلابی آزمایش پستاده با ده ها هزار شهید و ده ها هزار هوادار در خارج کشور و هزاران کانون سازمان یافته شورشی در داخل در واقع وجود داره و تو میدون داره میجنگه اصلا فضایی برای رشد این علف های هرز باقی نمیگذاره در تکامل یه اصلی هست به نام تطبیق اوپارین فیزیولوژیست روسی در کتابش در مورد همین تطبیق ببینید چی نوشته میگه که افزایش همیشه تحت کنترل شدید یک انتخابه صورت می گیرد و این امر فقط کارآمدترین سیستم ها را برای تکامل بعدی در واقع ابقا میکند. کند یعنی اونهایی که تطبیق و کنش و واکنش در واقع سریعتری با محیط داشته باشند اینها هستند که باقی میمونن اونهایی که اندام های تطابقی رو داشتن حالا تو علم میبین تو عرصه اجتماعی این اندام های تطابقی یعنی چی تشکیلات، آرمان، ایده، راه حل و نیروی فداکار اینها اندام های تطابقی در عرصه مورد اجتماعی هستند خب این, این جماعت هیچ کنم ایران رو ندارن و نمیتونن داشته باشن بنابراین وقتی جریان اصولی تو میدون باشه بله. اینها یا باید با این جریان به اگه میخوان زنده بمونن با این جریان خودشون رو منطبق کنن همسو کنن بله. اگر, اگر نشن همسون نکنن خودشونو هست میشن بله. این یه قانونه کاملا حالا با توجه به توضیحاتی که دادین چشمنداز و آینده رو شما چجوری میبینید؟ خب فکر میکنم پاسخ رو تو سال قبلی دادم اون اینها نمیتونن اندام تطابقی داشته باشن به این دلیل که قبلش باید از وحدت درونی برخوردار باشن هر تشکیلاتی هر جمعی خب همین مسئله دیدین دیگه که جمع شدن خب چی شد یه ماه بعدش متلاشی شد ده ها تجمع دیگم داشتن بنابراین این هر تشکیلاتی باید وحدت درونی داشته باشه در غیر این صورت در برخورد با چالش های جامعه واقعیت دنیای واقعی متلاشی میشه حالا تصور کنید وقتی در همین ائتلافی که شما دیدید یا هر ائتلاف دیگه‌ای کسی دنبال منافع خودش باشه میخواد کلا بذاره سر اون بغلی دیگه وحدت پیدا نمیشه همش میشه جنگ و دار نتیجه بگیرم تا زمانی که نیروی انقلابی متشکل سازمان یافته و انقلابی وجود داره تو صحنه اینها هزار بارم که ترکیب بشن مثل برق تجزیه خواهند شد گفتی چشمانداز چیه در یک کلام پس از یکصد سال مبارزه برای آزادی این بار دیگه انقلاب بین شاه و شیخ دست به دست نمیشه انقلاب دموکراتیک پیروز خواهد میشه بله. البته سخته بعد قیمت شد بله قطعا با تشکر بسیار از اینکه در برنامه در این برنامه با ما همراه بودین خواهش میکنم تشکر میکنم بلقا. منم که منو دعوت کردین خدا نگهدار